درودی دیگر و درودی بدتر، درودی نوروزانه، هنوز هم نوروزانه. امروز در روز 19 فروردین ما هستیم که از دیدگاه من و با برداشتایی که دارم از تاریخ و فرهنگ ایران، من باور دارم که روزهای نوروزی از جشن سوری و جشن چهارشنبه آخر سال که به گونه فروردین گانی هست، خودش جشن فرودک و فروهر هاست، از دیدگاه من آغاز میشه که اون به یاد در گذشتگانیه که نامهای نیک به ویژه از خودشون داشتن که باور داریم در اون روز برای اونها خوراک تهیه میکنه. و خود یکم باور نوروزی هم این هستش که ما با آمدن اونها و دیدار از اونها که اونها از ما دارن آغاز میکنیم این روزهای خوش رو. و در امروز که 19 فروردین هست، پنجشنبه 19 فروردین هست، فروردینگان یا فرودک، که این رو هم میتونیم پایانش بگیریم و در میانی این آمده شدن فروهرها که پرهیزکارترین ها میتوانند باشند و روان در گذشتگان هست، ما جشن های نوروزی رو داریم. امروز در 3754 از آیین زرتشتی هستیم، 2725 مادی ایرانی، 2575 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1395 کوچی اسلامی و 1385 یزدگردی هستیم. امیدوارم شاد و تندرست باشید و در هر کجای جهان که هستید روز و روزگار رو به خوشی بگذرونید. امروز سخنی داریم درباره رفتن ایرج با نامه‌ای که فریدون برای دو برادرش می‌نویسه. این سخن رو که امروز دارم آغاز می‌کنم، در چند برنامه پیشتر گفتم که می‌گذارم پس از نوروز بگم، چون یک بخش ویژه‌ایه. هم آن ویژگی که در ما هست، در انسان هست، ما می‌دونید که در باورهامون داریم اندیشی نیک و اندیشی بد، یعنی دوالیسم اندیشه‌ای، همونی که اومدن گمان کردن که یا گمان کردن که دو خدایی هست. نه، این باور دوالیسم اندیشه‌ای، دوگانگی اندیشه هست که این ما هستیم که میتوانیم برگزینیم. و اگر که به یاد داشته باشید یا خونده باشید، چون منم اشاره هایی کردم در یسنای 30 بند 2 بند 1 و 2 که نگاه میکنیم، به ویژه بند 2 به زن و مرد میگه که به گفته های خوب و بد گوش فرا بدهید و از میان آنها برگزینید. روشنه که انسان دانا، آدم دانا میاد و خوب رو برمیگزینه. و این کار تا پیش از اینکه روز رستاخیز، اون روز گزینشتون فرا برسه، باید سامان بدید. این درست مانند اینه که ما میخوایم بریم اتومبیل بخریم، جارو برقی بخریم، یخچال بخریم، تلویزیون بخریم، دوچرخه بخریم، میایم نخست دربارش بررسی میکنیم. هنگامی که خریدیم و دیگه گفتگو شده، دیگه به پایان رسید، دیگه اون رستاخیز ماست. برای این دوالیسم اندیشه، این دوگانگی اندیشه، نیک و بد، تنگ چشمی، سخاوتمندی، بخشندگی در این داستان به ویژه بسیار نهفته است. دیدیم که فریدون پس از آزمایش های فراوانی که کرد، آمد کشور رو پخش کرد و در بخش میانه و مرکزی ایرج رو گذاشت و این کارو بیهوده هم نکرد، نه اینکه بچه کوچیک بود دوستش داشت، نه، اومد آزمایش هایی کرد، اینها رو روشون کار کرد، با رای زنان گفتگو کرد و پس از اینکه این کارها رو به سامان رسید، خودش هم حتی رخت پوشید، رخت اجره ها پوشید، اومد روبروی اینا، دید برای نمونه سلم به گونه‌ای برخورد کرد و رفت نماند، تور به گونه‌ای رفت برخورد کرد و نماند، با اینکه تیغ کشیدند و اینها، این ایرج بود که ایستاد، به گفتگو نشست و ایستادگی کرد، فرار نکرد. این فریدون با دوستانش به گفتگو میشینه که در نامه‌ای که به اونها مینویسه پیش از این میگه اینو که بابا من بررسی کردم، پسرانم من بررسی کردم، این نیست که من خواستم سر خود این کار رو بکنم. و این بررسی ها اینجونه شد که این فرزند میاد در اینجا میشینه. این انگیزه میشه که اینها برخروشن بر ایرج و دست بالا بیان که این رو از میان بردارن.
در برنامه که پیش از برنامه نوروزی بودیم گفتیم که خب اونها اومدن، نامه اومدن نوشتن و به دست اینها رسید. آغاز کارم من یه گذرا بهش نگاه میکنم که سلمه، سلم که در جاییه که امروز اروپاست، این انسان، این کسی بود که آتش رو روشن میکرد، این کینه رو میافروخت. و در بخش آسیایی نشین که باختر باشه و چین باشه، سالار چین باشه، این تور نشسته اونجا، این پادشاه چین است و ترکان هم زیر نظر اونه، زیر دیدگاه اونه، که من باز اشاره خواهم کرد در این باره. و اون میاد تحریک بکنه بخش آسیایی رو، و من با شوخی گفتم و راستش هم یه خود شاید جدی باشه، هنوز هم که ما ببینیم آنهایی که در جایگاهی که سلم نشسته میآیند و کسانی رو که در جایگاه تور نشستن آسیایی ها رو، اینا رو برمی انگیزن، تحریکشون میکنن و به جون هم دیگه میندازن. و خب جنگ افزاراشون رو میفروشونن، کشتیاشون رو میفروشن، هواپیماهاشون رو میفروشن از اینها. باور کنید این هنوز هم با همون روش هست. بروی سلم میاد، برای برادرش مینویسه چرا تو باید اونجا باشی، من اینجا باشم، و اون بشینه بر تخت کیان بشینه، و نه این پذیرفته نیست. و میان و نامه مینویسن برای پدر که این باید از اونجا برداشته بشه. پدر هم براشون نامه مینویسه که آنچه که گفتم پیش از این براشون در نامه میبره، اون کسی هم که پیامبره میاد و میبره براشون اینا و بهشون میگه. اینها نمیپسیدند سخنان پدر رو و میان برای نبرد و برای جنگ با ایرج و با پدر. پدر در بخش بیشین با برادر گفتگو میکنه با ایرج. ایرج میدونید یک منشی داره، شخصیتی داره، تا اندازی با سیاوش یه گونه است. یعنی این که اگر بگیم پیش در آمده سیاوش یا سیاوش، ایرج به گونه اینجوریه و این روش کرداری و گفتاریش در ادب ایرانی بسیار بازتاب داره که خب اشاره میکنیم در میانه کار. ایرج به پدرش میگه که نه، من با برادرام گفتگو میکنم و من نمیخوام، من چیزی نمیخوام که برای خودم نگه دارم، من نمیخوام برادرام بیان باشن. و پدرم میگه که ببین برادر، تا هنگامی برای تو برادر بود که برای تو افسر باشه، اینها اومدن که بر تو شام بخورن و تو میخوای چی کار بکنی؟ و میگه در پایان میگه نه، تو بافت دینه که مهربانی و این مهربانی امیدوارم به جای باریکی نکشه. به هر حال ایرج میگه که نه، من با برادرانم میام میسازم و من نمیخوام چیزی از این جهان به اینجوری نباشه، به اندازه ای که بخوام برادرانمو دلگیر کنم و شما هم این رو از من نخواهیم. خب میگه باشه، چون این نشون دهنده اینی که رای در فرهنگ ایرانی چه ارزشی داره و ما بزرگانمون و بزرگترهامون و کلانترهامون با رای انسان چگونه برخورد میکنن. و این که امروز بیان بگن که نه، یه کسی بالاتر از همه هست، برتر از همه هست، برای همه تصمیم میگیره و هرچه اون گفت همه هست، این هیچ سازگاری با فرهنگ ایرانی نداره. در اینجا میبینیم که فرزند کوچک در برابر فریدون، فریدون در همه تاریخ ایران، در همه افسانه های ایرانی یک نمونه داره، دوتا نیست. یعنی ما فرانک و فریدون و ضحاک نمونه های ویژه‌ای هستند که ضحاک نمونه داره، امروز هم میبینیم، فریدون نمونه نداره، باید به وجود بیاد، باید پیدا بشه، همواره در اون جایی هست که باید پیدا بشه. که خب کسانی که باور دارن به مهدیگری یا کسی که میاد نجات میده و رحم بخشه، اینو گمان میکنن یک برداشتی از این هم باشه. به هر حال با فریدون، فریدون با فرزند گفتگو میکنه، میگه نمیخوام برم. پس یه نامه مینویسه برای فرزنداش، یکی نامه به شاه زمین، به خاور خدای و به سالار چین. پس یه نامه می نویسه، خاور خدای کیه؟ سلمه. سالار چین کیه؟ توره. ببینین این نکته ها، این واژه ها بسیار بسیار برای ما در خور نگرشه. چرا در خور نگرشه؟ می دونیم که
چندین بار من یادآور شدم که از دیدگاه من فردوسی میدونسته چرا شاه به جای خدای به کار برده و گفته شاهنامه، نگفته همچون گذشتگان خدای نامه. به باور من چون داشته خلیفه‌گری جای پادشاهی رو میگرفته و این یک آسیب بزرگ باشه، در همه جا به جای پروردگار خدا رو به کار برده که همزمان اون رو به جای شاه هم به کار برده، یا میدونیم ما کت خدا، خان خدا، اینها همه رو ما داریم. اینجا هم میدونیم زابل خدای داریم، کابل خدای داریم، اینجا به همون یک نگاه میندازه، به خاور خدای و به سالار چین. پس نامه‌ای به این دو مینویسه و خب من همه سوره‌ها رو نمیخونم، کار به درازا میکشه. چون این گفت کین نامه پند من به نزد دو خورشید گشته بلند، به خود دزد دو خورشید گشته بلند، دو سنگی دو جنگی دو شاه زمین، یکی شاه خاور یکی شاه چین. این نامه رو من می نویسم، این نامه پندامیز و پر از پند، و به نزد آنهایی که خورشیدشون بلنده بلند شده، به نزد دو خورشید گشته بلند که امروز خورشید گشته بلندی هستند، دو سنگی سنگین وزین، دو جنگی که جنگی هم هستن، در هنگامی با جنگ بشه، دو شاه زمین. باز نگاه کنید، یکی شاه خاور یکی شاه چین. چرا من اشاره میکنم بر اینا؟ سخن برای این استش که کسانی امروزه میآیند و میگویند که ما تورانی هستیم، ما ترک هستیم و توران هست. اینک میبینیم که توران آن تور، اینو بارها من اشاره کردم، ایران آن ایر، ایر آن ایر، تور آن تور، و ایرج با ایر یکیه، تورج و تور هم یکیه. اینجا میبینیم که اشاره میکنه به خاور خدای و به سالار چین در بالاتر. اینجا هم باز میگه یکی شاه خاور یکی شاه چین. به ویژه یکی از سروران گرامی در فیسبوک از من خواسته بود درباره این تور و توران و این تورج و ایرج و اینها بیشتر بگم، اینه که آرامتر میگم که به یادمون بمونه و دنبالشو بگیریم. خب در آغاز نامه نام خدا رو میبره و چون این گفت که نامه پند من به نزد دو خورشید، دو خورشید گشت بلند، دو یا به نزد دو خورشید گشت بلند، دو کسایی که خورشیدشون بلند شده، دو سنگی دو جنگی دو شاه زمین، یکی شاه خاور یکی شاه چین. و برشون میگه سه فرزند را خواهم آرام و ناز. من خواهش می‌کنم دیگر سرودها رو خودتون بخونید، چون اگر من بخوام همه شاهنامه رو با این گونه ریزنگری نگاه کنم 20 سال بعد بشینیم و گوش بدیم. سه فرزند را خواهم آرام و ناز، از آن بس که بردیم رنج دراز، یا از آن پس ببخشید، از آن پس که بردیم رنج دراز. نگاه کنید که این سخن رو من میخوام یک نمونه تاریخی دیگه براشون بیارم. میگه سه فرزند را خواهم آرام و ناز، از آن پس که بردیم رنج دراز. میگه از پس اون بیچارگی هایی که کشیدیم، امروزه من بهتون بگم که من آرامش شما رو میخوام. اینو داشته باشید. من خواهش بکنم به سخنرانی زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی، پهلوی دوم، یه نگاه دگرگونه بندازید. یادتون اونجا چی گفت؟ گفت ما روزگار سختی رو پشت سر گذاشتیم و داریم به روزگاری به در میرسیم که دروازه تمدن بزرگه، شهرنشینی بزرگه، شهر ما داره آباد میشه، آزادگی فراهم میشه و فراوان میشه. سه فرزند را خواهر آرام و ناز، از آن پس که بردیم رنج دراز. برادر کزو بود دلتان به درد، میگه ایرج داره میگه، داره میاد پیشتون، میگه برادر کزو بود دلتان به درد، اگرچه نزد بر کسی باد سرد، دوان آمد از بحر آزارتان، همان آرزومند دیدارتان. میگه اون برادری که شما دلتون ازش شکسته است، با اینکه اون به کسی باد سرد سخن بد و سردی نگفته، دوان آمد از بحر آزارتان، اون آزاری که در درون شما هست، اون دلشکستگی که درون شما هست، درون آمد از بحر بررسی اون آزارتان، همان
آرزومند دیوار دیدارتون، به همون گونه آرزومند دیدارتونه. داره اینها رو کوشش میکنه برگردونه به راه درست، به راه اندیشه نیک. میدونه از راه بدر شده. بخش پیشینم به پسرش گفتیم که گفت که پسرم اینها اومدن که بر تو بخورن، شام بخورن، بر تو خوراک بخورن، یعنی تو رو بکشن، از میان بردارن. دوان آمد از بهر آزارتان، اون دلشکستگیتان، همان آرزومند دیدارتان. بیفتن شاهی شما را گزید، چون به پدرش گفت من شاهی را نمیخوام، میرم به گوشه زندگی میکنم. بیفتن شاهی شما را گزید، چنان که از ره نامداران سزید، آنچنان که نامداران بدین گونن. پادشاهی رو رها میکنه. میدونی که جمشید رها میکنه، پادشاهی رو میره. جمشید هم آزارش میدن، رها میکنه میره. محمد رضا شاه پهلوی هم آزارش میدن، رها میکنه میره. و ضحاکی میاد، اینجوری میشه که ما چندین میلیون آواره داشته باشیم و همه مردم در بند. بیفکن شاهی شما را گزید، چنان که از ره نامداران سزید. زخ تخت اندر آمد به زین بردشست، برفت و میان بندگی را ببست. این انسان با این ویژگی ها از تخت پادشاهی به زیر اومده، به زین نشسته بیاد. یادمون باشه در برنامه پیش از نوروز یادآور شدم که پدرش گفت با یه سپاهی برو، گفت نه من تنها میرم. پس همگونه که آیین بوده، چند تا ریش سفید و گیس سفید یا بزرگتر و کلانتر با خودش میبره. آری در نامه می نویسه ز تخت اندر آمد به زین برنشست، برفت و میان بندگی را ببست. بندگی را که بارها گفتم یعنی پیوند داشتن، بستگی. بدان کو، داره بهشون میگه، میگه بدانید، بدان کو به سال از شما کهتر است. اون از شما کهتره، کوچکتره. ما این کهتر امروز به کار نمیبریم، خوردم به کار میگیم خورد و کلان، ولی خوردتر رو به کار نمیبریم و بچه های افغان به کار میبرن و در زبانه که بهش میگن دری به کار میبرن و ما گمان میکنیم که اونا یه جور دیگه هم، ما یه جور دیگه. نه، ما تو کلانتری که میگیم یعنی آنهایی که بزرگترها هستن. بدان کو به سال از شما کهتر است، یا بدان کو به سال از شما کهتر است، به مهر و نوازیدن اندر خود است. بدونید که این که این که از شما کوچکتره، این مهر شما رو میخواد، شما بزرگترید، باید نوازشش کنید. گرامیش دارید و توشه خرید، چو پرورده تن شد روان پرورید. یه خردن یا هردن، با این خردن رو مانند خوردن که ما میگیم، خردن هم داریم در لوری، ما میگیم هردن. هردن هم خوردن، خوهه جا به جایی داره در زبان پارسی. گرامیش دارید و توشه خرید، چو پرورده تن شد روان پرورید. بخورید، پیش هم دیگه باشید، شادکام باشید، سپس روانتون رو بپرورید با این کار، چون روان اونها از راه به در شده. چو از بودنش بگذره چند روز، فرستید نزد منش، ببخشید، چو بگذشت، چو از بودنش بگذره روز چند، چو از بودنش بگذرد روز چند، فرستید نزد منش ارجمند. چون اونجوری شد به نزد منش برگردونید. من اینجا در شاهنامه نمونه های تاریخی براتون میارم. در دوره صفویان نمونه آوردم که چگونه از شاهنامه بهره آورد. باز اینجا دوران پهلوی رو دارم نمونه میگم. چو از بودنش بگذرد روز چند، فرستید نزد منش ارجمند. یک یادآوری بکنم، یادتونه محمد رضا شاه پهلوی هنگام که از ایران میرفت چه گفت؟ گفت من فرزند و ولیعهدم و به شما مردم ایران سپردم، فرستید نزد منش ارجمند. و امروز مژده رو بدم که بررسی هایی که کردم و امروز هم با من گفتگو میکردم، بررسی هایی که هم کشورهای بیرون از ایران، کشورهای بیگانه کردن در اروپا، نه امریکا، امریکا دوست داره اینا بمونن، تا اونجایی که این بررسی رو گفتن به من، اروپایی ها، کشورهای اروپایی ها رسیدن به اینجایی که پادشاهی هنوز بهترین گزینه است. و بررسی درون ایران هم نشون داده که شاهزاده رضا پهلوی بهترین گزینه برای رهایی ایرانه. به هر حال من ولیعهدم رو به شما سپردم، محمد رضا شاه میگه. چو از بودنش بگذره چند روز، فرستید نزد منش، ببخشید روز چند، چو از بودنش بگذره روز چند،
فرستید نزد منش ارجمند. خب نامه رو مهر کردم، نهادند بر نامه بر مهر شاه، از ایوانش ایرج گزین کرد را. اونو گرفت و از اون ایوان پادشاهی بیرون اومد و گزینشش چی بود که به سوی برادرانش بشد. با تنی چند برنا و پیر، با چند پیر و جوان به راه افتاد و به سوی برادران رفت. چنان چون بود راه را ناگزیر، چون تنگندر آمد به نزدیکشان، نبود آگه از راه تاریکشان. به نزدیکشان اومد، ببینید چجوری برخورد میشه و اون نمیدونه که اونا چه راه تاریکی دارن میرن، چه راه بدی دارن میرن. پذیره شدندش با آیین خیش، سپه سر به سر باز بردن پیش. خب اینا پذیرایی کردن و اونجوری که آیین بود اومدن و سپاهیانشون هم سر به سر آوردن، یعنی سپاه خاور اومد و سپاه چین هم اومد. خب اومد اینجا. اینا هنوز خب بددل هستن، بداندیشه هستن، هنوز کار به جای باریک نرسیده. چو دیدن روی برادر به مهر، یکی تازه در برگشادن. چون روی برادرشون رو پر از مهر دیدن و مهربانی دیدن، به گونه دیگه چهره گشودن. دو پرخاشجو با یکی نیک خوی، گرفتن پرسش نبر آرزوی. چون دیدن که این اومده آشتی بکنه، اینا آشتی نمیخوان بکنن که چهره دیگری نشستن. و این دوتایی که پرخاشجوی بودن با این نیک جوی و نیک خوی که هر دو هم نیک جوی اومده هم نیک خوی، این گرفتن پرسش نبر آرزو، پرسش نشستن که میخوان کینه بردارن به میان بکشن. دو دل پر ز کینه، یکی دل به جای، برفتن هر زه به پرده سرای. پس اینا پرسش ها رو آماده کردن که با این درمیون بذارن. خب این دوتا دل پر کینه دارن، اون یکی دلش سر جاشه، میگه من چیزی نمیخوام، من خانوادم رو میخوام، من آزادی و رهایی مردم رو میخوام و چیزی جز این آرزو ندارم. خب اینها که میومدن، این کارهای انسانی ما ایرانی ها و شاید جهانیان باور داریم که آنچه در دل انسان میگذره اندک اندک در چهرش هم میاد. و نه اینکه در چهره میاد، انسان هنگامی که نرم خوی باشه، نرم رفتار هم میشه، چشماش میخنده به مردم، مهربونه به مردم و این خودش دیگران رو به سوی اون میکشه. این را چنین بود، برادر کوچکتر بود که اینو من بارها یادآور شدم که اینهایی که دهه 50 و دهه 40 و 50 بودن و با فرهنگ ایران آشنا نبودن و می اومدن به شاهنامه و با آن چی که داشتیم میتاختند و میگفتن پارسو و تخت جمشید و بردگان ساختن و اینا، که امروز دیدیم نه، بسیار وارونه گویی میکردن و نمیخواستن بخونن این آدما، پژوهشگر نبودن اینا، دشنامگوی بودن و میخواستن ویرانگری بکنن که کردن و کارشون نداریم امروزی. میخوام بگم که ما در درازای تاریخ داشتیم، هنوزم داریم. برای این سپاه رو میارن به ایرج نگه کرد یک سر سپاه، که او بود سزاوار تخت و کلاه. این چهره مهربان، رفتار، منش نیکو رو که از اون دیدن که درونش در چهره و رفتارش هویدا بود، یک سر سپاه به اون نگاه میکنه. به ایرج نگه کرد یک سر سپاه، که او بود سزاوار تخت و کلا. بیارامشان شد دل از مهر اوی، دل از مهر و دیده پر از چهره اوی. سپاه پراکنده شد جفت جفت، همه نام ایرج بودن در نهفت. اینها برادرها دارن میبینن، میگن سپاهی که اومدن به دیدنش، منطقه سپاه جنگی که میاد دیگه هنگام که خودمون میشه باز میشه، آسنده میشن، پراکنده میشه، میگیم این لشکر و این سپاه پراکنده جفشف شدن و اومدن و ایستادند و پی بردن که در نهان اینها، چون اینا بازجویای چی، یک چشم گوشایی هم دارن در میان اونها، میبینی که آو که اینها داره، این دارد درباره این سربازان دارن درباره کی گفتگو میکنن، درباره سهراب، ببخشید ایرج. سپاه پراکنده شد جوف جوف، همه نام ایرج بود اندر نهفت. که هست این که هست این سزاوار شاهنشهی، جز این را مبادا کلاه مهی. یعنی اونها هم با رفتارشون نشون میدادن، هم با گرد آمدهشون، هم با چشماشون، میدونی که انسان برخوردها رو از نگاه ها میخونه.
و این نشون میده که این رو پسندیدن، اینو برگزیدن به گونه ای. خب سلم که همواره برمی انگیزه این برادر کوچیک رو، به لشکر نگه کرد سلم از کران، سرش گست زانکار یک سن گران. از کرانه لشکر نگاه کرد به این لشکر و دید که با هم پچ پچ میکنن، چشمشون به سر نیست، به تور نیست، دست کم لشکر خودش به این نگاه نمیکنه. به کجا داره نگاه میکنه؟ دارن به ایرج نگاه میکنن. به لشکر نگه کرد سلم از کران، سرش گشت زان یک سر گران شده. از اون سرش به خرگه در آمد دلی پرزکین. میدونی خرگه گاه بخر یعنی بزرگ دیگه، در شاهنامه بسیار داریم. به خرگه در آمد دلی پرزکین، جگر پرزخون، ابروان پرزچین. سرا پرده پرداخت از انجمن، خود و تور بنشست با رایزن. خب اونو آوردشون در جایگاه خودش، سپس رفتن با رایزنشون. اینو که دید سرش گران شد و چهرش پرچین شد، جیگرش هم خون شد. اومد در سراپردهشون اومد و پردخته کرد از انجمن. پردخته کردن، امروز هم میگیم پردخته کردن برای نمونه زنگار پاک کردن. آن جایی که بودن سراپرده خودشون رو از انجمن، از کسانی که بودن پردخته کرد و گفت شما بروید، ما خودمون به گفتگو میدیشیم. خود و تور بنشست با رایزن. این ستن نشستن و گفتگو کردن. سخن شد پژوهیده از هر دری، ز شاهی و تاج و ز هر کشوری. به تور از میان سخن یا سخن سلم گفت، که یک یک سپه از چه گشتن جفت. خب در این میان بخواد باز این رو برانگیزه، با این رو اون چیزی که دیده داره میگه. خب گفتن که از این کشور از اون کشور، خوبی اینو بدی اون و اینا. سپس رو به تور کرد و گفتش که یک یک سپه از چه گشتن جفت. چرا دونه دونه اینا رو که هم اومدن جفت شدن، چرا اینجوری کردن؟ به هنگامه بازگشتن زره یا زراح، به هنگامه بازگشتن زراح، همانا نکردی بلشکر نگاه. میگه تو تور هنگام بازگشتن رفتی پیش باز ایرج، هنگام بازگشتن تو نگاه نکردی، نگاهت به لشکر نیفتاد، که چندان کجا راه بگذاشتن. یکی چشم از ایرج نبرداشتن. به هنگامه بازگشتن زرا، همانا نکردی به لشکر نگاه. که چندان کجا راه بگذاشتن، یکی چشم از ایرج نبرداشتن. میگه تو نگاه نکردی که اینا چشمشون از ایرج برداشته نمیشد. میگه هنگامی که ایرج می اومد و اینا پذیره بودن، با هنگام بارگشتن دگرگونه شده بودن. سپاه دو شاه، خودشو میگه و برادرشو، سپاه دو شاه از پذیره شدن دگر بود و دیگر به باز آمدن. سپاه دو شاه از پذیره شدن دگر بود و دیگر به باز آمدن. در هنگامی پذیره ایرج دگر بود، سپاه دو شاه از پذیره شدن دگر بود. این دگر بود میچسبه به اون لته پاری نخست. دگر بود و دیگر به باز آمدن. هنگامی که بازگشتیم دیگه دگرگون شد، یعنی اون پیشباز به پایان میرسه دیگه و آزاد میکنن، خودشون داره میرن پرده سرا شد. این سپاهی که پراکنده ما کردیم جفت شد. از ایرج دل ما همی تیره بود میگه دل ما تیره بود، اینک بدتر شد. از ایرش دل ما همی تیره بود، بر اندیشه ها برفزود. با این بازگشت و این نگاه سربازان دل ما از او تیره بود، بر اون اندیشه و نگرانی که داشتیم اندیشه ها افزوده شد. چرا؟ برای اینکه سپاه دو کشور چو کردم نگاه، از این پس جزو را نخواهند شاه. ما دلگیر بودیم که چرا مرکز به ما نداده، بابا هیچکی ما را نمیخواد،
از این پس این لشکر و این لشکریان ما رو نمیخوان. ببینید چگونه میپردازه، یعنی درست نگاه کنید که این میاد اختلاف میندازه و حکومت میکنه، سیاست انگلیسی بهش میگیم، همون سلمیه که میاد نگاه میکنه و برای نمونه تو کردی اونم یکی کرده، تو ترکی اون یکی کرد که ترکه، این لوره اون یکی هم لوره، اون بلوچی اون بلوچی. ببینید تحریک میکنه. این سخنانی که شاهنامه میگه و من کوشش میکنم باز کنم برای اینکه دوستان همیهنان ما اندام یک مردم یه میهنیم، توران و نمیدونم کردستان و لرستان و بلوچستان و کرمانستان و نمیدونم اینها بازیه. امروز هم که با دسیسه و نیرنگ اومدن بخش ازبکستان سوار شده، تاجکستان سوار شده، افغانستان سوار شده که این نامه رو بهشون دادن نداشتن، که یا اران و آلبان جدا شده، کافکاز جدا شده، اوستیا جدا شده، سوا شده، اینا همه باز ما فرهنگمون یکیه، باز نوروز میگیریم، باز دلمون با هم یکیه. در اوستیا میگن ما ایرونی، یا به خودشون میگن ایرونی. خب میگه که پس ما دشواری داریم، هم از چاره تدبیر کردش بسی، بدان تا بدو بنگرد هر کسی. هم از چاره تدبیر کردش بسی، بدان تا بدو بنگرد هر کسی. ببینید یا ببینند این فر و اورند اوی، به دل برگزینند پیوند او. اگر بیخه او نکسلانی ز جای، ز تخت بلند افتی زیر پای. ببینید چگونه تحریک میکنه، میگه سپاه دیدی؟ آره اینجا راست میگه، درست کرد. با این روی همه سپاه این رو دوست داشتن. خب این که برادراش رو دوست داشت، میگه ما همه چی رو میخوام بگذارم. در آغازم یک اشاره بی گمان به اینا کرده و بدین پرداخته. بعد و پس از اون ببینیم چی میشه. میگه که این فر و اورنده اونو که اینا دیدن و این نگاهی هم که کردن، دو جفت جفتم شدن، گروه گروه شده بودن، در این باره گفتگو میکردن و نگاه ها رو بر نمیداشتن، این جزو شاه نمیخوان. و اگر تو، اگر بیخ اون نکسلانی ز جای، میگه تو، نمیگه نکسلانیم. ببینید نکته رو بگیرید، اگر بیخ او نکسلانی ز جای، دوم شخص مفرد، ز تخت بلند افتی زیر پای، نمیگه من میفتم. این برنامه یه که برای ما پیاده میکنن، ما رو تحریک میکنن، 57 میفرستن ما تو خیابان، آنهایی که رفتن و پیش از ما بودند و این کارها رو کردند و در نشستهایی در محفلهایی و برنامه ریزی کردند و دروغ به خورد مردم میدادند و از این چیزها. بر این گونه از جای برخواستند، همه شب همی چاره آراستند. اینه که چگونه برنامه اینها پیش میره و ایرج با اینها چه سخنی میگه، آن است که در برنامه آینده به شما خواهم گفت. من چند پاسخ باید بدم به چند پرسش درباره کتاب ها با من گفتگو کرده بودین. در برنامه آقای شهرام همایون خواهم آمد، گفتگو خواهم کرد کتاب هاری رو که اونجا در تلویزیون ایران آریایی و کانال یک هست و از خود منم میتونید فراهم بیارید. داستان سهراب گردآفرید، این یک واژه تازی نداره، زبانش بسیار ساده، سرودهای استاد سخن رو هم داره. همون کتاب به زبان سوئدی هست با افسوده هایی که بسیار به درد به ویژه بچه های ایرانی که میخوان خودشون نشون بدن به سوئدیان و فرهنگشون رو. پژوهشی در اوستا و آیین یا باور زرتشتی که باز اینها هست، اینها میدونید، از فیسبوک با من در پیوند باشید. سپاسگزارم دوستی که از امریکا با من گفتگو کردید و کتاب ها فردا براتون فرستاده میشه. دوست دیگری هم در دانمارک گفتگو کردیم، به روی چشم کتاب ها فردا برای شما فرستاده میشه. این کتاب پایه‌ایه که من از کارگردان خواهش می‌کنم پس از سخن من این یک دو هم میهن هنرمند، یک آهنگ، یکی از درس‌های این کتابو خوندن و برای شما گذاشتم. من چهره پردازی شده با نگاره‌هایی که می‌شوید و این هم کتاب آموزشی پایه دو بر پایه داستان‌های شاهنامه و فرهنگ ایرانی آموزش میده با نقاشی‌های بسیار زیبا در برنامه آقای همایون یا در برنامه ویژه دیگه درباره اینها براتون گفتگو میکنم. روز روزگار رو برای شما خوش و خرم میخوام.
خجسته باد نوروز، خجسته باد همه شادی ها و پیروزی ها و روز و روزگار همگان در همه جهان نیک و خوش باش باشد و آزادی و رهایی برای ما برپا باشه. و امیدواریم که به ویژه با کوشش زنان ایران و اندک اندک باز شدن چشم اروپاییان که امیدوارم چشم امریکاییان هم باز شه، امید آزادی زودتر باشه. روز روزگار بر شما خوش. بدرود تا درودی دیگر. Shabbos.